ستونای دل. آقا چه خبر؟ اومدیم با ماتریکس شو دوباره مصاحبه با دودکش رفارس سپر خلصه. چی بگم بهتون؟ یزیدی متیو تو یزیدی. خب 2:25 است، بریم که با هم داشته باشیم. نکته خاصی در ابتدا؟ شبیه لایت منه تقریبا، یه خورده مال من مستعطیله حالا به نسبت. اوکی بریم ببینیم به چه صورته. کنجکاو شدیم، چی گفتم حال کردیم. سلام به یه قسمت دیگه از فصل دوم برنامه های ماتریکس شو خوش اومدیم. من متیو هستم، میزبان شما تو این برنامه، و مهمون امروز ما اسنوپ داگ تنظیم بازاره. ستون هم درست معرفی کن دیگه. وایسا یه لحظه اینجا ببینم شما تو این برنامه و مهمون امروز ما اسنوپ داگ یعنی فقط متیوه که میتونه تو ثانیه 7 یه پانچی بزنه که من پاس بزنم اینجوری مثلا. دهنت سرویس. آی ماتریکس شو خوش اومدیم. من متیوه هستم، میزبان شما تو این برنامه، و مهمون امروز ما اسنوپ داگ تنظیم بازاره. ستون هم درست معرفی کن دیگه. اوکی دودکش با نمک رپ فارسی سپر خلصه. داداش درست رست کن دیگه. دودکش چیه؟ ببین من واقعا نمیخوام رست کنم، خدا قبلا یه بار این کارو کرده. این بد بود، اینه که بده. میخواستم بابت دوستی با جی جی مسخرت کنم، ولی خب تنها نکته مثبت تو کل کریرت همینه. ستون هم به کریر یه توهین نکن، کلی مگای فای دهنت سرویس. رست کنم خدا قبلا میخواستم رستت کنم، ولی خدا قبلا یه بار این کارو کرده بود. داداش درست رست کن دیگه. دودکش چیه؟ ببین من واقعا نمیخوام رستت کنم، خدا قبلا یه بار این کارو کرده. این بد بود، اینه که بده. میخواستم بابت دوستی با جی جی مسخرت کنم، ولی خب تنها نکته مثبت تو کل کریرت همینه. ستونم به کریر یه توهین نکن، کلی مگایت خفن دارم، کلی هم کنسرت بین المللی. آها راستی بحث بین الملل شد، میشه جای رفتی نگی ایرانی ام؟ یزید من اینقدر هزینه کردم مو کاشتم جای رفتم بگم ایران کچل نداره، تو میگی نگم ایرانی ام؟ آها راستی بحث اینم شد. بیچاره ادیتورت واسه چندر قاسپول مجبور هر روز قیافتو تحمل کنه. چی؟ هیچی میگم، قیافت یه جوریه که انگار همیشه در کمینی. کشون مادرزادی نیمه بازه. آره همین الانم انگار داره خوابت میاد. وای در کمینی دیدی مثلا دهنت سرویس، دیدی مثلا شیر و مثلا چه میدونم گربه و این چیزا اینجوری چشاشون ریز میکنن که یهو بپرن دهنت سرویس. اینم شد. بیچاره ادیتورت واسه چندر قاسپول مجبور هر روز قیافتو تحمل کنه. چی؟ هیچی میگم، قیافت یه جوریه که انگار همیشه در کمینی. کشون مادرزادی نیمه بازه. آره همین الانم انگار داره خوابت میاد. تورا یکی از آهنگا تو داشتی گوش میدادی نه؟ ولش کن. چرا تنوع نمیدی تو کارات؟ کارام که متنوعه. تنوع کارات وای دهنت سرویس میگه. چشمت الان هم یه جوریه که انگار خواب داری، تو راه یکی از آهنگاتو داشتی گوش میدادی، یعنی آهنگات بورینگ خسته کنند خواب آوره بیشتر. دهنت سرویس نه خوده خیلی هیت داره من انگار همیشه در کمینی. کشون مادرزادی نیمه بازه. آره همین الان هم انگار داره خوابت میاد. تو راه یکی از آهنگاتو داشتی گوش میدادی نه؟ ولش کن. چرا تنوع نمیدی تو کارات؟ کارام که متنوعه. تنوع کارات مثل آپدیت های واتساپ. خب دیگه ستونم خوشحال شدم، وقت تنگه من پاشم برم. کجا هنو مونده؟ میدونی کیم جونگ اون از موزیک های اخیرت برای شکنجه مردم داره استفاده میکنه؟ حیف حسش نیست جوابتو بدم. میبینی تو این برنامه همه کارا رو من دارم انجام میدم، همه حرفا رو من دارم میزنم، تو هم مثل بز فقط نشستی اونجا. الان میفهمم کسایی که باهات فیت میدن چه حسی دارن. داداش من قبلا کارامو کردم، الان دیگه یه جورایی میخوام عقب بکشم کلا. اونایی که باهاش فیت میدن یعنی خلصه این بز نشد. اوکی کسایی که باهات فیت میدن چه حسی دارن. داداش من قبلا کارامو کردم، الان دیگه یه جورایی میخوام عقب بکشم کلا. سبی اعتماد به نفست خیلی پایینه، جز رپ و یوتیوب خیلی جا هست که هنوز نریدی توش. اوه دیدی چی شد؟ خانومم داره بهم زنگ میزنه، من برم دیگه. ستونم یه لحظه واسه ترویج موادم میکنی. ستونم بانو هایده میاد میگه مستن کن، حزمه چیزی نیست، بدآموزی نداره، بعد درآمد داره. اون منظورش مسته عشق عرفانیه. تو معلم ادبیات دبیرستان تو با هم دیگه چی فوش ندن؟ فوش نده سبی جان. خب تقریبا تمام کریر کلت کشید. ادبیات دبیرستان تو با هم دیگه چی فوش ندن؟ فوش نده سبی جان. خب تقریبا تمام کریرت بر مبنای ضربه زدن به هنر درست شد، یعنی هر آهنگی که میدی یه لگد به جنازه بیجون موسیقیه. بعد وقتی که یه سری از کارا رو بعد از رو انسانیت انجام میدی میگی که من به هنرم لطمه نمیزنم. خودش هنر برام خط قرمزه. داشتنش؟ نه ضربه زدن بهش. آها بعد دمه که داشتن هنر برات خط قرمزه. هنر نداره. وای اوکی این پانچش هم مربوط به اون قضیه بود که مردم بهش گفتن که چرا مثلا هیچ واکنشی نشون نمیدی، و گفت من به هنرم آسیب نمیزنم، که خیلی هم سوژه سوشال مدیا شده بود کلن. اوکی شما مثلا میگفتن خیلی کارهای دیگه کردی جدا از حالا این داستانا که اگه میخواست آسیب بزنه اون میزد بیشتر، نه اینکه مثلا طرف مردم بودن. اوکی
جنازه بیجون موسیقیه. بعد وقتی که یه سری از کارا رو بعد از رو انسانیت انجام بدی میگی که من به هنرم لطمه نمیزنم. خودش هنر برای من خط قرمزه. آشتنش؟ نه ضربه زدن بهش. آها بعد دم کریسمس که پری دریایی میشه پول بیشتری در بیاری اینا ضربه حساب نمیشه؟ یه مو فلفل ول کنید دارو. بیا یه رونده بکم بریم فضا. عضو ششم زدبازی حساب میشی. آره. چه حسی داری که اون گوره خره روی کاور ترک یخ بین طرفدارای زدبازی از تو محبوب تره؟ راستش این حرف دیگه هم ناراحتم کفستونم. از فیت با هیدن و تتلو رسیدی به فیت با تاکدان. خودش بچهای تاکدان که کارشون بد نیست. نه کار اونا که بد نیست، کار تو بده. فکر کردم هدفت اینه که فقط برینی تو آهنگ آرتیستای بزرگ، نه دیگه کل مارکت رو. خودش بیا این بر من این رول کنم بزنیم دور هم دیگه. صد تو شریف که بیاد پایین کم کم از آهنگای من خوشت میاد. خیلی هم عالی. خب تا یه برنامه دیگه احتمالاً این دفعه از توی کمپ ترک اعتیاد بدرود. حاجی یک دیس خیلی عجیبی به نمیخوام بگم، مثلا یک دیس خیلی عجیبی به چیز هم داشت، نسل جدیدی که البته نسل جدید خیلی اصلا موزیک میدن، ولی خب نسل جدیدایی که مثلا موزیکاشونو مثلا من همیشه مثلا صحبت میکنم میگن نه آقا تو مثلا این آهنگ رو نباید سوبر گوش بدی، این آهنگ رو باید یه چیز زده باشی گوش بدی و اون موقع مثلا فازش رو درک میکنی و این داستانا. و یک دیس خیلی ریزی به این داستان داشت که آقا بیا اینو بزنیم سطح هوشیاریت بیاد پای، چون درک سطح هوشیاری رو میاره پایین دیگه، میبره تو هپروت و این داستان. میگه که سطح هوشیاریت بیاد پایین موزیکای منو خوشت میاد، و یک دیس خیلی ریزی به نظر من داشت به موزیکایی که باید با سطح هوشیاری پایین‌تر وایبش گرفته بشه. هوشیار باشی برات علامت سوال میشه، خب الان داره چی میگه، مثلا این چرا قافیه نداره، این چرا مثلا وایب نداره، حتی این اصلا چرا ریتمش درست نیست، چرا یه جاهایی اصلا هیچ چیزی نداره، مثلا نه چینش قافیه داره نه فلو داره نه مثلا پوینتی رو بهت میرسونه نه وای به خوبی بهت میده، ولی مثلا تو یه چیز بزنی مثلا حال میکنی باشه، اصلا اینجوری هدیه بیشتر صرفا. خب آقا این از ماتیو عزیز، ماتیو دیوونه اوکی سپر خلصه، نه سپر خسته، کامنت ها دیوونه است. ویدیو بعدی پیش رو هیچ کس آشتی بده. آقا یه مصاحبه با سورنا بگیرید. خلصه فردا یه پیامی دارم برای ماتریکس شو عزیز. اوکی فقط تیکه با آپدیت های واتساپ. اینقدر آپدیت های واتساپ چیزه، آره چیز خاصی اضافه نمیشه، لاقل مثلا تلگرام مینویسه مثلا میگه این همه مثلا چیز میز اضافه میشه. و آپدیت های iOS حالا جز آپدیت بزرگاش مثلا یهو میره تو 18 یهو میره تو 17 مثلا این چیزا، آپدیت های وسطاش واقعا بیخاصیت ترین چیزاییه که تو زمینه تکنولوژی وجود داره. مثلا میگه مثلا فیکس سام باگز، مثلا بعد تو مثلا آپدیت میکنی بعد یک عالمه باگ جدید مثلا پیدا میشه که مثلا حالا واسه 3 تا آپدیت بده اون باگا رو حذف کنه، مثلا سیم کارت رو حالا نمیاره، باگای عجیب. یعنی مثلا باید پیدا کنی استیبل ترین نسخه مثلا اون iOS چند دیگه آپدیت نکنی. و همین دیگه، عشق دلی، دوستتون دارم بچه ها، عشقی، تا ویدیوهای بعدی فعلا.